صبحتان بخیر. شما بیننده ادامه برنامه صبح زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین و امیدوار هستم که تا این دم لحظات خوب را با اعضای خانواده و دوستانتان سپری کرده باشین. موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کردیم در رابطه با ناامیدی است. اگر شما عزیزا هم در این مورد نظر دارین، میتونین که همین لحظه سر بزنین به صفحه فیسبوک صبح زندگی، صفحه ما را لایک بکنین، با دوستاتون شریک بسازین و نظرتون را بفرستین. حتما پیام شما عزیزا بر ما میرسه و در لحظات پایانی ساعت اول و دوم برنامه رویا جان نظریات همه شما عزیزا را مرور میکنه. پس شما هم می لحظه به صفحات فیسبوک تان مراجعه بکنین و لایک و کامنت را فراموش نکنین. تا لحظات بعد هم مهمانان بسیار عزیز از طریق اسکایپ به برنامه وصل میشن و صحبت هایشان با ما شما شریک خواهد ساختن. آقای سید عبدالله حسینی روانشناس که در رابطه به علت و عوامل ناامیدی نظریاتشان با ما شما شریک میسازند. ببینیم که واقعا ناامیدی اولین بار از کجا آغاز میشه، چگونه یک مفکوره یا نظریه در ذهن ما پیدا میشه که بالاخره ما میریم به طرف ناامید شدن و از دست دادن تمام آرزوها و آرمانهای ما، و چطور میتونیم که دوباره پس از یک شکست و یک ناراحتی خیلی عمیق در زندگی دوباره امیدوار باشیم و کار خود را در زندگی بتونیم به صورت نرمال ادامه بدیم. این صحبت جالب را روی جان با مهمانای ما. بله رستم جان، من یک دم رقم سرفه گرفت شیر چای عجله خوردم، به عجله که خوردم گرم بود، یک دم متو در گلونم پرید، بسیار مرد وضعیت ما خراب زد که یک سر سرفه سرفه که نمیتونستم نفس بکشم. خب شد بخیر سپری شد، یک چند تا نان باز خیرات بکن، امی آب یا چای در گلون آدم بپره بسیار واقعا بیخی نفس کشیدن. بله بله، خوب شد بخیر گذشت، نمیگیام بخیر گذشت، گفتم گفت بخیر خوب شد گذشت و چند تا نانم گفتم خیرات بکن باز برنام اگه بخیر تمام شد. خب مهماندار هستیم، استاد محترم عبدالله حسینی همراهی ما هستن از طریق اسکایپ، روانشناس محترمی که امروز هم میخوایم صحبت خوبشان را داشته باشیم در ارتباط با ناامیدی در زندگی، که چرا ناامیدی پیدا میشه و چه عوامل تاثیرگذار است و ما راه امیدواری را از کجا پیدا کنیم. سلام به شما برسه استاد، صبحتان بخیر، خوب هستین انشالله؟ سلام، صبح شما و صبح بیننده های عزیز بخیر، خدا کنه جور و صحتمند باشه. سلامت باشین استاد، نام خدا. امروز دیگه میبینیم که همون تو سرحال معلوم میشین، بخیر. فکر کنم که از ویروس کرونا کاملا به دور رفتین و صحتیاب شدین. سلامت باشین، شکر فضل خدا، صحتمند و در خدمت شد. شکر خدا. تشکر استاد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امروز هم بازم میخوایم صحبت ارزشمندتان را داشته باشیم در ارتباط به ناامیدی در زندگی. حالا بیاین در ارتباط به این موضوع صحبتتون از جایی آغاز کنین که چرا اکثر از افراد ناامید هستند در زندگی. خب معمولا ناامیدی یا هم زمانی که زندگی بالای ما سخت میشه، این زمان رخ میده که ما برنامه های مناسب را که ما قلم داد کرده ایم ذکر میکنم، اگر او برنامه ها را نداشتیم ما در زندگی بسیار مشکلات ما داریم. مثلا اولی که اگر مصروفیت برای خود داشتیم ما هیچ وقت با مشکل مواجه نمیشیم، یعنی نبودن مصروفیت خودش بر انسان ناامیدی به وجود میاره و انسان از زندگی ناامید میشه. یعنی مصروفیت معمولا انسان زمانی که مصروف در ذهن خود برنامه های داره که نمی برنامه ها باعث میشه که انسان را از ناامیدی دور بسازه. یعنی مصروفیت اولین اقدام است که انسان را از ناامیدی و پرخاش در زندگی دور میسازه. در قدم دوم تحصیل است. هر آن کسی که تحصیل کرده، چون ما از زمانی که تحصیل میکنیم حتما برنامه های بعد از تحصیل داریم که من میخوایم انجینر شوم، من میخوایم دکتر شوم و امثال از این رشته ها را، یا هم پیلوت شوم، رشته های مختلف را در ذهن خود داریم. یعنی خود مصروفیت و تحصیل کردن، تحصیل در انجام دادنش خود یک مصروفیت است که انسان را از ناامیدی دور میکنه، و بر علاوه از او وقتی که ما تحصیل کردیم بر بعد خود یک برنامه داره که نمی برنامه باعث میشه که ما را از ناامیدی دور بسازه. در قدم سوم تقسیم اوقات یا همانا برنامه ریزی هست که در هر برنامه تاکید میکنم انسانایی که برنامه ریزی دقیق دارن و بحث بسیار جالب را برای زندگی خود انتخاب کردن و هیچ وقت ناامید نمیشن. اگر ما برنامه داشته باشیم که صبح یک ساعت ما ورزش بکنم، صحتمند هستیم، ناامیدی خودش از دور میشه، چون از لحاظ صحی امید برای فردای خود آدم پیدا میکنه. وقتی که سر وظیفه میریم تا دیگر خودش در آخر ما، ما برای ماش گرفتن یک امید پیدا میکنیم که ما از این ماش میتونیم در زندگی در بخش های مختلف استفاده بکنیم. وقتی که این برنامه ها پیش رفت، مثلا شام به خانه میای
فامیل داری و همراه فامیلت محبت میورزی، خودش یک ناامیدی و بی‌برنامگی را دور میسازه. یعنی انسانی که تحصیل کرد و تقسیم اوقات منظم برای زندگی ساخت، ناامیدی خودش از پیش دور میشه. در قدم دیگه هم اقتصاد است. اگر ما تحصیل کردیم، وظیفه گرفتیم، معمولا در آخر ما وقتی که ما ماش داشتیم، ضرورت های زندگی خود را با عمود استاوردن ماش خود معیا ساختیم و ضرورت های خود را رفع کردیم، ناامیدگی خودش جمع میشه گلمش و از ما دور میشه. پس اینجا اقتصاد رکن بسیار مهم داره. بعض انسان ها هستن که زیادترین، بلخصوص در افغانستان، زیادترین مردم از نداشتن اقتصاد رنج میبره و از زندگی ناامید شدن. اگر ما کار بکنیم، زحمت بکشیم، خود به خود ما یک امید برای زندگی پیدا میکنیم. دیگه هم تصمیم گیری هست. بعضی هستن یک مشکل وقتی که برش ایجاد میشه تصمیم گرفته نمیتونه. وقتی که تصمیم گرفته نتونست، میره فوکس میکنه و چرت میزنه که خودش افسردگی هم به وجود میه و ناامیدی هم به وجود میه. اگر ما اقدام کردیم برای یک کار که باید انجام بتوم و یا انجام نتوم، در این صورت است که ما خود ناامیدی را از خود دور ساختیم و تصمیم گرفتیم. یعنی تصمیم نگرفتن و یا دودل بودن خودش انسان را نزدیک به ناامیدی میسازد. دیگه شناخت درست از زندگی است. بعضی هاست در افغانستان جوانایی صدایم سر جوانات که زندگی خود را تال نشناختن، سر زندگی خود کار نکردن، از امو خاطر است که هیچ برنامه مشخص ندارن. اگر ما سر زندگی کار کردیم و درست شناختیم که فامیل کی هست، مد اجتماع چیگونه رفتار داشته باشم، شخصیت چی است، تحصیل چی است، کار چی است و ما به خاطر چی کارها به این دنیا آمدیم و ما باید کدام رنج ها و تکالیف قبول بکنیم تا که زندگی ما بهتر شد. دیگه هم عشق ورزیدن با فامیل است. اگر من امید داشتم که من روز خسته میشم، مانده میشم، زحمت میکشم، اما امید از این داشته باشم که من این ماندگی ما اگر رفع میشه، با محبت کردن با فامیل میرم پیش فرزندم یک چیز خوردنی برش میخرم، این زحمتی که میکشم به خاطر آرامش و و و به وجود آوردن خوشی برای یک دو انسانی که در فامیل یک جز نمی میکنیم و روابط خونی هم رایم دارن. یعنی اینی بحثا زیادتر انسان را میرسانه و و و از ناامیدی دور میکنه. بلخصوص شناخت فامیل بزرگترین امیدواری بر انسان هست. انسانای ناامید معمولا یا ازدواج نکردن و یا اگر مجرد هستن روابط خوب و اعضای فامیل خود ندارن و اگر متعهل هستن خود روابطشان خوب نیست و اگر مجرد از خود تنها بودن ناامیدگیر به وجود میارن. ما وقتی که صاحب فرزند میشیم، ما برای آمادگی میگیریم و زحمت میکشیم که آینده از او درست شود. خود ناامیدگی از زندگی ما دور میشه. یعنی این بحثا بسیار مهم است در محبت کردن و امثال از این را که من ذکر کردم، چون انسان را از ناامیدگی دور میسازد. دقیقاً استاد محترم، واقعا نکات مهم و بودهای مهمی را همراه ما بینیدار شریک ساختین در ارتباط به امیدواری و امید داشتن در زندگی. حالا استاد بین، در ارتباط به عوامل محیطی که تاثیرگذار هست بالای اهداف ما، بالای امیدواری ما در زندگی، صحبتی را داشته باشین که کدام عوامل واقعا میتونه در جامعه تاثیرگذار باشه بالای این روندی که ما تصمیم گرفتیم که باید از این بعد امیدوار باشیم در زندگی. خب کم ذره ببخشید، من امروز گوشکی بند نکردم، صدایتون درست نگرفتم. اگر تصویر من کم ذره تصویر شما بیاید و سوالتون باز استاد، در ارتباط به عوامل محیطی در جمعی همین عواملی که دیده میشه، خب استاد رفتن که گوشکی خود بیارن، گفتن صدایتان درست برام نمیایه. خب باز استاد محترم می داشته باشیم که بیان و گوشکی خود همراه خود بیارن تا که صدای ما را بهتر داشته باشن در ارتباط به سوالی که ما همراهشان داشتیم. صحبت خوبشان را همراه ما شریک بسازن و نکات خیلی مهمی را استاد اشاره کردن در ارتباط به امیدوار بودن در زندگی. ای که ما همیشه وابسته باشیم به کارهایی که انجام میدیم، وابسته باشیم به خانواده ما، به کسایی که واقعا ما را دوست دارن، ای که به خاطر خوبیشان بیایم کاری کنیم، همه قدر امیدواری را میتونه در زندگی بر ما زیاد بسازن. خب استاد دوباره برگشتن و ما هم سوال ما را دوباره از پیش استاد محترم میپرسیم. استاد، در ارتباط به عوامل محیطی که چقدر میتونه تاثیرات منفی داشته باشه و چقدر تاثیرات مثبت میتونه داشته باشه بالای اینکه ما روند کار ما و امیدواری ما را در زندگی بیشتر بسازیم، کدام عوامل میتونه باشه؟ استاد، صدای مرا دارین؟ خدا کنه من سوال گرفته باشم و اگر نگرفته می امروز اجازه بتین که من بحث خود داشته باشم. درست است استاد مهربانی. انسانایی که ناامید میشن یا معمولا در زندگی چند نقصه به وجود میاد برازیا. اولی که یا از بحثی که در مقابل زندگی ما داریم این بیخی کامل از میده. مثلا و وقتی که تصمیم ندارن که جای برن،
در طول روز تا امروز خواب هستن. انسان که از 8 ساعت زیادتر بخوابه معمولا یا سردرد میشه و یا هم به مثلای ما شما گیج میشه. گیج بودن خودش انسان را ناامید میسازه، چون زمانی که مغز اگر فعال بود، یعنی ما کار را انجام میدادیم، ما چیزهای جدید از راه چشم و از راه گوش میشنویم و میبینیم و در مغز جاگزین میشه، جای بر ناامیدگی پیدا نمیشه. اما وقتی که ما بیکار میباشیم، خواب ما پور است و در یک محیط تاریک قرار گرفتیم و یا هم در جای خواب هستیم، اینجاست که ذهنیت ما برمیگرده به گذشته. در گذشته ما چیز خوب در ذهن ما نمیاد، اما مشکلاتی که ما داریم در زندگی، در کاروبار، در محیط خود، اونم و دوباره تکرار میشه و بدی هایی که انسان ها با ما کرده در یاد ما میاد. اینمی است که بحث ما کاملا از نرمال بودن زندگی مبره، یعنی بیکار بودن زمینه ایجاد میکنه برای ناامید شدن، یک نقص بزرگش. نقص دیگه که از ناامیدگی بر ما به وجود میآید، ما همیشه وقتی که ناامید بودیم هیچ فعالیت را از خود انجام نمیدیم. هیچ فعالیت از ما درک نداره. مثلا در وظیفه هستیم، یک کس همراه ما برخورد خوب نمیکنه، ما میخوایم ترک وظیفه کنیم، چون این خودش از دست ناامید شدن است. اما اگر ما تشویق شویم در وظیفه، شاید فعالیت های بیشتر را انجام بدیم. فایده برای شرکت نه، بلکه برای آینده خود ما برسه، شخصیت ما بهتر شود. پس اینی مسائلی که از باعث ناامیدی به وجود میاد، پسمان شدن زندگی، کار نکردن در زندگی و بالخصوص نادرست بودن زندگی نرمال عادی ما که امانا روابط ما هست، با اون صدمه بسیار بزرگ میزنه. من مثلا فرزند از من نان میخواد، وقتی که من فعال نبودم، از کاروبار ناامید شده بودم، فعالیت نمیکنم. جهانی سپاس استاد محترم، تشکر از حضورتان و صحبت‌های عالی که همراهی ما داشتین. فعلا وقت خوش برتان می‌خوایم استاد. خدا نگهدارتان باشه. سلامت باشید. معذرت می‌خوایم که امروز محیط کمی دور بود، شاید شما یک سوال کنه باشین و ما دیگه جواب داده باشم. باز معذرت می‌خوام. بخیر باشین استاد. خواهش می‌کنم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. روز سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه‌های ما هستید. اگر می‌خواید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می‌خواید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می‌خواید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.